معادله جدید برای انرژی فوتون. مطالعات دانشمندان از جمله مکسول در زمینه الکترومغناطیس به ما نشان داد که نور مرئی فقط بخش بسیار کوچکی از یک طیف بزرگتر تابشی است. دانشمندان تلاش زیادی کردند تا متوجه شوند که نور چگونه فاصله منبع نور تا چشم ما را طی می کند. بعضی از دانشمندان بر این باور بودند که نور احتمالاً به شکل موج حرکت می کند و بعضی دیگر این نظریه را اشتباه می دانستند و معتقد بودند نور از ذراتی تشکیل شده که در فضا حرکت می کند. نیوتن پس از آزمایشات متعدد نظریه دوم را بیشتر پسندید، اما نظریه نیوتن بعدها رد شد. یکی از مشهورترین آزمایش‌ها در رد نظریه نیوتن آزمایشی است که توماس یانگ در سال 1801 انجام داد. اما در نیمه دوم قرن 19 شواهد جدیدی از رفتار نور کشف شد. در آن زمان فیزیکدان‌ها بر روی این مسئله که چرا بعضی مواد بهتر از دیگر مواد امواج الکترومغناطیسی را جذب و سپس تابش می‌کنند تحقیق می‌کردند. در سال 1900 ماکس پلانک نظریه کوانتومی بودن انرژی را مطرح کرد و توانست یکی از مشکلات فیزیکدانان آن زمان را توضیح کند. او توانست رابطه بین دمای جسم سیاه و میزان تابش الکترومغناطیسی را توضیح دهد. درست است که آزمایش اثر فوتوالکتریک نظریه کوانتومی پلانک را تایید کرد، اما مشکل جدیدی در تئوری موجی نور ایجاد نمود. این آزمایش فقط با ذره‌ای در نظر گرفتن نور قابل توجیه است. چند سال بعد انیشتین برای توضیح آزمایش فوتوالکتریک به توجیهی پرداخت که دوگانگی موج ذره نور نام گرفت. در این ویدیو ما به شرح ماهیت جدید از حرکت فوتون‌ها خواهیم پرداخت. نظریه جدید و بدی که در آن رفتار نور کاملتر و به صورت مجموع رفتارهای ذره‌ای و موجی توصیف خواهد شد. تئوری ساله فوتون را ذره‌ای با جرم ثابت می‌داند که به صورت دبرانی حرکت می‌کند. یعنی فوتونی که از الکترون برانگیخته پرتاب می‌شود، علاوه بر حرکت خطی رو به جلو با سرعت نور، به دور یک محور فرضی نیز میچرخد. به عبارتی فوتون دارای حرکتی سه‌بعدی است، شامل یک حرکت موجگونه و یک حرکت چرخشی. لذا انرژی آن نیز حاصل مجموع این دو نوع حرکت میباشد.
از نظر تئوری صالح انرژی موجگونه همان انرژی است که ماکس پلانک با رابطه معروف ای مساوی با اچ نو در آزمایشگاه به طور تجربی اندازه‌گیری نموده است. و انرژی چرخشی همان انرژی چرخش یک گوی حول مرکز یعنی یک دوم ام آر دو اومگا دو می باشد. اما در نهایت این فوتون با جرم ثابت ام فاصله دو نقطه را با سرعت خطی سی طی می کند. فلذا انرژی آن یک دوم ام سی دو خواهد بود. با توجه به توضیحاتی که از نحوه حرکت فوتون بیان شد، فرمول نهایی انرژی فوتون بدین صورت خواهد بود. در واقع می توان گفت انرژی انتقالی فوتون برابر است با انرژی اولیه فوتون منهای انرژی مصرفی چرخشی آن. در این فرمول جمله اول انرژی موجگونه و جمله دوم انرژی انتقالی و جمله سوم مربوط به انرژی چرخشی با سرعت زاویه‌ای ثابت است. و همچنین اچ ثابت پلانک، مو فرکانس ام جرم فوتون سی سرعت خطی فوتون آر شعاع چرخش و اومگا سرعت زاویه‌ای می باشد. نکته مهم و جالب توجه در این فرمول جدید ارائه شده برای انرژی فوتون همجنس بودن متغیرهای این معادله است. همانطور که می دانید برای یک موج با سرعت ثابت فرکانس با عکس طول موج رابطه مستقیم دارد، لذا تغییرات هر دو متغیر یعنی شعاع چرخش و فرکانس از جنس طول می باشند. این در حالی است که در برابری رابطه اچ نو مساوی با ام سی دو متغیرها فرکانس و جرم هستند که متغیرها کاملا غیر همجنس می باشند.